به سوی فانوس دریایی، نوشته ویرجینیا وولف، ترجمه صالح حسینی، قسمت اول. خانم رمزی گفت آره، البته اگر فردا هوا خوب باشد، و افزود ولی خروسخان باید پاشوی. این کلمات شادی فراوانی در پسرش برانگیخت. گویی ترتیب همه چیز را داده بودند و سفر مقدر بود که پیش بیاید و معجزه‌ای که انگار سالهای درازی در آرزویش بود پس از یک شب تاریکی و یک روز قایق سواری به وقوع می پیوست. چون جیمز رمزی حتی در 6 سالگی به آن قبیله بزرگی تعلق داشت که نمی تواند احساسی را از احساسی دیگر جدا نگه دارد، بلکه بایستی بگذارد چشماندازهای آینده با شادیها و غمهای آن امور دم دست را از نظر بپوشاند، و چون برای چنین آدمهایی حتی در اوان کودکی هر گردشی در گردونه احساس حامل نیرویی است که می تواند لحظه ای را که تکیگاه تیرگی یا روشنی آن است متبلور کند و ثابت نگه دارد، در همان حال که کف اتاق نشسته بود و از آگهی نامه مصور فروشگاه های ارتش و نیروی دریایی عکس هایی را می برید، عکس یخچال را در اثنای گفتار مادرش از موهبتی جادویی سرشار می کرد. عکس با شادی حاشیه می خورد. چرخ زنبه، ماشین چمنزنی، صدای درختان سپیدار، برگ‌هایی که در برابر باران سفید می‌شدند، قارقار کلاغ‌ها، ضربه جاروها، خشخش لباس‌ها، در ذهنش آن چنان رنگین و برجسته بود که دیگر او آدابی خاص و زبانی کنایی برای خود داشت. گوی این که با پیشانی بلند و چشمهای وحشی آبیش که معصومانه بیریا و زلال بودند و از دیدن ضعف بشری اندکی در هم می رفتند، تصویر اوریان و سازش ناپذیر خشونت جلوه می کرد. برای همین مادرش در حین تماشایش که قیچی را ماهرانه دوروبر یخچال پیش می برد، او را با ردایی سرخ و سفید بر مسند قضاوت یا به رهبری سودایی جدی و خطیر در بحران امور اجتماعی در خیال می آورد. پدرش در برابر پنجره اتاق پذیرایی ایستاد و گفت ولی هوا خوب نمی شود. اگر تبری دم دست بود یا تیشه یا سلاحی که شکافی در سینه پدر ایجاد کند و او را بکشد، جیمز همان جا و همان وقت آن را بر می گرفت. حضور خشک و خالی آقای رمزی طغیان چنین احساسی را در فرزندانش دامن می‌زد. مثل همین حالا که به کشیدگی و باریکی تیغه چاقو ایستاده بود و از لذت سرخورده کردن پسرش و دست انداختن زنش که هزارها بار بهتر از او بود، این را جیمز با خود گفت و غروری پنهانی به صحت داوری خودش نیشخند می‌زد. هرچه می‌گفت راست بود، همیشه راست بود. از ناراض گفتن ناتوان بود. هرگز با واقعیت ور نمی رفت. هرگز کلمه ناخوشایندی را محض خوشایند یا آسایش خاطر موجودات فانی تغییر نمی داد، تا چه رسد به فرزندان خودش که چون از سلبش برجهیده بودند، بهتر بود از همان کودکی بدانند که زندگی دشوار است و واقعیت ها با آدم سر سازگاری ندارد. و راه به سرزمین افسانه‌ای، یعنی جایی که تابناکتر امیدمان خاموش می شود و نهال ضعیفمان در تاریکی می پژمرد، در اینجا آقای رمزی پشت راست کرد و چشمای آبی ریزش را به افق دوخت. راهی است که بیش از هر چیز به شجاعت و حقیقت و تحمل نیاز دارد. خانم رمزی گفت شاید هم هوا خوب شود، امیدوارم خوب شود. و با بی‌حوصلگی به جوراب قهوه‌ای مایل به قرمزی که می‌بافت اندک چرخشی داد. اگر جوراب را امشب تمام می‌کرد و اگر عاقبت به فانوس دریایی می‌رفتند، قرار بود آن را به پسر کوچک نگهبان فانوس دریایی که در خطر ابتلا به سل مفصل بود بدهند.
با انبوهی از مجلات کهنه و قدری توتون، راستش هر چیزی که دم دست خانم رمزی می آمد، چیزهایی که به کار نمی آمد و فقط مایه ریخت و پاش اتاق شده بود، خلاصه این که به آن بیچاره ها که لابد تمام روز از سر ملالتی جانکا جز برای جلا دادن فانوس و پاک کردن فتیله بیکار می نشینند یا باریکه باغشان را بیل می زنند، یک چیزی بدهند که سرگرمشان کند. خانم رمزی می پرسد: اگر شما باشید و هر بار یک ماه و شاید هم در هوای طوفانی بیشتر از یک ماه روی صخره‌ای به اندازه چمن بازی تنیس محصور بمانید، چه می کنید؟ تازه نامه و روزنامه هم برایتان نیاید و کسی را نبینید و اگر هم متأهل باشید زنتان را نبینید و از حال فرزندانتان بیخبر باشید. ندانید بیمارند، زمین خوردند، دست و پایشان شکسته و همان امواج ملال آور را ببینید که هفته به هفته به صخره ها میخورد و بعد طوفان ترسناکی در میگیرد و قطره های آب به پنجره ها پاشیده میشود و پرنده ها به فانوس میخورند و تمام محل به لرزه میآید و از ترس رانده شدن به دریا نتوانید سر از لای در بیرون بیاورید. چه می کنید؟ خانم رمزی که روی سخنش مخصوصاً با دخترهایش بود می پرسید: اگر شما باشید چه می کنید؟ و با لحن نسبتاً متفاوتی می افزود: پس در حق آنها ذره‌ای هم نباید کوتاهی کرد. تنسی کافر گفت: باد از طرف غرب می آید. و انگشت های استخوانیش رو طوری گرفت که باد از میان آن بوزد، چون او داشت آقای رمزی را در گردش عصرانه‌اش همراهی می‌کرد و از ایوان بالا و پایین می‌رفت. گرفتن انگشت رو به باد به این معنی بود که باد از نامناسب ترین سمت می‌وزید و پیاده شدن در فانوس دریایی امکان نداشت. خانم رمزی قبول داشت که تنسلی حرفای ناخوشایندی می‌گوید. از بدجنسیش بود که این حرف را پیش بکشد و دل جیمز را بشکند، ولی در این حال خانم رمزی اجازه نمیداد به تنسلی بخندند. بچه ها کافر صدایش می کردند، مردک کافر. روز دستش می انداخت، پرو دستش می انداخت، اندرو، جاسپر و راجر دستش می انداختند. حتی باجر پیر بیدندان هم پای او را گاز گرفته بود، چون به قول نانسی 110 جوانکی بود که تمام راه را تا هبریدز دنبالشان افتاده بود، آن هم وقتی که تنها بودن خیلی می چسبید. خانم رمزی با شدت و حدت گفت: چرن نگو. گذشته از عادت اغراق‌گویی که بچه ها از وی به ارث برده بودند و گذشته از این که او از خیلی ها میخواست بمانند و ناچار میشد عده‌ای را در شهر منزل بدهد، کسی حق نداشت به میهمانانش بگوید بالای چشمتان ابروست، به خصوص به مردان جوان که به اندازه موشهای کلیسا فقیر و به قول شوهرش این ستایندگان بزرگش بیش از اندازه با استعداد بودند و برای تعطیلات به آنجا میامدند. راستش خانم رمزی مرد جماعت را تحت حمایت خود داشت، به دلایلی که از عهده گفتن آن بر نمی آمد. به خاطر سلحشوری و دلاوری هایشان، به سبب معاهداتی که منعقد می کردند، بر هندوستان حکم می راندند، زمام امور مالی را در دست داشتند و دست آخر به خاطر حالتی که نسبت به او داشتند، حالتی که هر زنی آن را حس می کند و خوشایند می آبد، چیزی قابل اعتماد، کودکانه، قابل احترام. و زن سالمند می تواند بدون از دست دادن وقار آن را از مردی جوان بپذیرد. و وای بر دختری، خدا رو شکر شامل هیچ یک از دختران خودش نمی شد. وای بر دختری که ارزش و معنای کامل آن را تا مغز و استخوان حس نکند. به نانسی نهیب زد و گفت: او دنبالتان نیفتاده بود، خودتان ازش خواسته بودید، ناچار بودن مفری بجویند. خانم رمزی آه کشان گفت: شاید هم راه ساده تری، راه کم زحمت تری وجود داشته باشد. وقتی به آینه نگاه کرد و گیسوی خاکستری و گونه تکیدهش را در 50 سالگی دید، با خود گفت:
شاید می توانستم بهتر از این کارها را بگردانم. شوهرم، پول، کتابهای شوهرم. اما به سهم خودش آنی هم از تصمیمهایش پشیمان نمی شد. شانه از زیر دشواری ها خالی نمی کرد و وظایفش را نادیده نمی گرفت. حالا نگاه کردن به او دشوار بود و تنها در میانه سکوت بود که دخترهایش پرو، نانسی، روز پس از آن که او سخنهای درشتی درباره چارلز تنسلی گفته بود جرأت کردند سر از روی بشقاب بردارند و خود را با انگارهای شرک‌آمیزی که درباره زندگی متفاوت با زندگی او در سر پرورانده بودند سرگرم سازند. در پاریس شاید زندگی وحشی تری و از یک مرد یا اشخاص دیگری مواظبت دائمی نکنند، چون فرمانبرداری و شوالیه‌گری و ساحل انگلستان و امپراتوری هندوستان و انگشت‌های انگشتری دار و دستبند را در ذهن زیر سؤال می‌بردند. گویی که در نظرشان جوهری از زیبایی در آن بود و در دل‌های دخترانه‌شان مردانگی را ندا می‌داد. و هنگامی که مادرشان به خاطر همان کافر بینوایی که در جزایر اسکای دنبالشان افتاده بود یا درست‌تر دعوت شده بود نزدشان بماند با آنها نهیب زد، در همان حال که زیر چشمهای او سر میز غذا نشسته بودند وادارشان می‌کرد خشونت عجیبش را وام بگذارند و نیز لطف کامل عیارش را که به ملکه ای مانندش می کرد که پای کثیف گدایی را از گل بالا می آورد و آن را می شوید. چارلز تنسلی همچنان که کنار پنجره با شوهر خانم رمزی ایستاده بود دستهایش را برهم زد و گفت: فردا خبری از رفتن به فانوس دریایی نیست. دیگر شورش را در آورده بود. خانم رمزی دلش می‌خواست هر دوی آنها او و جیمز را تنها بگذارند و دنبال گفتگویشان را بگیرند. به تنسلی نگاه کرد. به قول بچه ها عجب موجود درمانده‌ای بود. بازی کریکت بلد نبود. همش تنه و پشت پا می زد. اندرو می گفت جانور تنه زنی است. می دانستن چرا خوشتر می دارد. تا ابد بالا و پایین رفتن با آقای رمزی و گفتن این که چه کسی این را برده، چه کسی آن را برده، چه کسی در اشعار لاتینی درجه یک است، چه کسی باهوش ولی به نظر من اصلا دیوانه است، چه کسی بی تردید در بالیول از همه تواناتر است، چه کسی روشنایش را به طور موقت در بریستول یا بدفورد چال کرده ولی بعدها با آفتابی شدن پیشگفتارش در شاخه ای از ریاضیات یا فلسفه که آقای تنسلی نخستین صفحات چرک نویس آن را با خود داشت و در صورت تمایل آقای رمزی نشان ایشان می‌داد مقدر بود بر سر زبان‌ها بیفتد. مایه گفتگوی آن دو همین بود. گاهی خود خانم رمزی هم نمی‌توانست از خنده خودداری کند. همین چند روز پیش چیزی درباره امواجی به بلندی کوه‌ها گفت. آقای تنسلی گفت: آره، قدری طوفانی است. خانم رمزی گفته بود: خیس آب نشدی؟ آقای تنسلی آستین به دو انگشت گرفته و به جوراب‌هایش دست زده و گفته بود: خیس خیس که چه عرض کنم، نمناک. بچه‌ها می‌گفتند: ولی نقل این نیست. نقل صورتش نیست. نقل طرز رفتارش نیست، نقل خود اوست، دیدگاهش. از موضوع جالبی که حرف می زدند، از مردم، موسیقی، تاریخ یا هر چیز دیگری، حتی اگر می گفتند غروب قشنگی است و حق این است بیرون بنشینند، آن وقت گلهشان از چارلز تنسلی این بود که تا کل ماجرا را وارونه نمی کرد و به گونه این نمی ساخت که نقش خودش را در آن بتاباند و آنها را حقیر کند، دست بردار نبود. می گفتن به نگارخانه ها می رود و می پرسد از کراواتم خوشتان می آید؟ روز گفت: واقعا کسی خوشش نمی آید. به محض تمام شدن غذا، هشت دختر و پسر آقا و خانم رمزی این گوز یواشکی از سر سفره غیبشان می زد و سراغ اتاق خوابشان می رفتند که خلوت کده‌شان بود. چه در خانه خلوت دیگری بر جای نمانده بود تا بتوان درباره چیزی هرچه که باشد بحث و جدل کرد. کراوات تنسلی، تصویب لایحه اصلاحی، مرغان دریایی و پروانه ها، مردم،
آفتاب هم به اتاقهای زیر شیروانی می تراوید، به اتاقهایی که تنها تخت چوبی آنها را از هم جدا می کرد و در نتیجه صدای پا به راحتی شنیده می شد. و دختر سوئیسی برای پدرش که در یکی از دره های گریسونز از سرطان رو به مرگ بود هق هق می کرد و چوب چوگان و لباس های پشمی و کلاهای حصیری و جوهردان و رنگدان و سوسکا و جمجمه پرنده های کوچک را روشن می کرد و از رشته بلند علف دریایی کوبیده بر دیوار بوی نمک و علف بیرون می کشید، بویی که در حوله ها هم بود، حوله هایی که بر اثر آبتنی به شن آغشته شده بود.